سخنان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پارلمان اروپا و استقبال فوق‌العاده نمایندگان در اجلاس اضطراری. I speak today now about my citizens of Ukraine who are defending by paying the ultimate price. They defending freedom. I'm very happy that what I've seen here now and heard here now, I'm very glad to sense this mood. The unifying mood. I'm happy that we have unified today, all of you, all the countries of Ukraine. امروز من درباره هموطنان اوکراینی هم صحبت می کنم که با قیمت زیاد از کشور دفاع می کنند. آنها از آزادی دفاع می کنند. من خوشحالم از آنچه دیدم و شنیدم و از اینکه همه شما را متحد می بینم خوشحالم. اما نمی دانستم که این قیمتی است که آنها هم باید بدهند. این قیمتی بالا بوده که داده ایم. متاسفم که ده ها نفر کشته می شوند. تا کنون دو انقلاب و یک جنگ بوده است. ما داریم برای حق تساوی همانقدر که شما دارید جانمان را می دهیم. ما از بهترین هامان داریم مایه می گذاریم. از قوی ترین ها و با ارزش ترین ها. اوکراینی ها باور نکردنی هستند. Now we're dealing with reality. We're dealing with killed people, real life, you know? And you know, I believe that we today we're giving lives for امروز یک واقعه تراژیک برای ما بود. دو موشک کروز به خارکیف اصابت کرد که یک شهر مرزی با روسیه است. بیش از 20 دانشگاه ما در آنجاست. بزرگترین دانشگاه ما و مردمی عالی دارند. بزرگترین میدان ما میدان آزادی است. بزرگترین میدان در اروپا است که مورد اصابت این دو موشک قرار گرفت و ده ها نفر کشته شدند. این است بهای آزادی. ما فقط برای خاک خودمان و برای آزادیمان می جنگیم. همه میادین در تک تک شهرهای ما میدان آزادی هستند. کسی نمی تواند ما را بشکند. ما قوی هستیم. ما اوکراینی هستیم. ما برای حقوقمان می جنگیم. برای بقا می جنگیم. این بالاترین انگیزه ماست. بنابراین ثابت کنید که ما را تنها نمی گذارید و با ما هستید و اثبات کنید شما واقعا اروپایی هستید. در آن صورت است که نور بر ظلمت و مرگ پیروز می شود. پرغرور باد اوکراین. So do prove that you are with us. Do prove that you will not let us go. Do prove that you indeed are Europeans, and then life will win over death, and light will win over darkness. Glory be to Ukraine.